سلام، امین هستم، همراه دوستم مهتی. با یه ریاکشن دیگه اومدیم خدمتتون. مهتی چطوری؟ خوبم، عادی. تو چطوری؟ با آهنگ قبلی چطور بودی؟ آهنگ The Forgotten از جو ساتریانی. امین، هر چقدر بگم چقدر حس خوب از این آهنگ گرفتم کم گفتم. یعنی واقعا آهنگ قشنگه، خیلی حس خوب داشت، خیلی حس خوب داشت. بعد به خصوص تک نوازی هم داشت، واقعا لذت بود. واقعا لذت بود. و یه چیزی رو تو برنامه قبل گفتی که من در واقع در موردش تحقیق کنم، اون این بود که نفر اول اون لیست 100 نفری که لیست 100 نفری که سال 2008 ویکی‌پدیا نوشته بود، نفر اولش ادی ون هیلن که نفر دوم هم جو ساتریانی. خب ببینیم امروز چی داریم. از گروه امپریوم یه آهنگی داریم به اسم The Ensemble of Silence. صدای فلوت که تا اینجا اصلا چیز شده جا نخورم شاید این صد صد متاله. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم متال همچین سبکی هم داشته باشه. ولی ماده جون تام Thank you.
امواج است، به آرامی در حال روانه شدن به سوی من است. اون دوستمون که ترانه واسه ما معنی کرده، منظور و چیزای نکاتی هم که تو آهنگ بودن به اون گفته. منظور از ما در امواج است همون منظور جزر و مد یا نیروی گرانش ما. بر بالهای مسکوت جایی که شب می آید، همانند قلب من در انتظار برای تو. در قلب من میگه چی؟ منظور همان آمدن قلب من برای تو. من هنوز در دستانم گل روزی رو نگه داشتم که به مدت زمان زیادی است یخ زده. بریم برمیم. ولی ثابت کرد که متال آهنگ. آره دیگه اون تیکه که دست میخونه مهر تایید رو زد. خب میگه برگهایش خشکیده، دیگر رشد نخواهد کرد و غمی را در من به یادگار گذاشته. این می یا این شراب عشقی بسیار شیرین اما تلخی پشیمانی است. من میدانستم که در غروب خورشید برداشته شدن نقاب‌های ترس را خواهم دید. این تم به نظرم ما ترانه تا حالا عاشقانه است. آخه باید فرمتی که ما از متال میدونیم اعتراضی حالا. تا حالانش عاشقانه است. مگه اینکه مخاطبش بعدا جلوتر تو شعر مشخصه که کسی دیگه ای. امیدوارم نکشه مخاطبش. شما الان گفتی که اعتراضی یه ترکیب جالبی از کلاسیک و متال نظرم، چون سازهای دیگه هم توش بود. شما گفتی که الان اعتراضی توش نیست ولی تناقضه بود. میگه شاخ گلی در دستمه که یخ زده، این نسبت به اون انتظارش. من داشتم به شعرش فکر میکردم. من هنوز در دستم گل روزی رو نگه داشتم که زمان زیادی از یخ زده. اعتراضه توش به نظر من هست. جالب. آره حالا ببین.
موفق این انتخاب واسه ما عالی بود. خب ادامه شعر رو با هم بریم. میگه که قبل از چشمان من پرده های نمایش سقوط کردن، این غبار یا مه تاریک و نجیب که لطیف هم معنی میده اینجا، راحت‌تر بخونم، این غبار تاریک و نجیب شب حریصانه همه من را میبلد. وای بر آنانی که قلبشان پر از افسوسی تلخ است و آنانی که در اندوه غرق شدند در سکوت شب. من خود را گم کردم، این صدای آبی شیرین باعث شیدایی من شده. اینجا منظور از آبی شیرین رو ترجمه کردن، معنی کردن واسه ما افسردگی و کرختی. آبی شیرین رو شعرش خیلی مفهومی و شعرش به نظر من قشنگ گرفت. اینه که چرا یه تیکایشو همین کلیر خونده، یه تیکایشو دس خونده. اینو الان اونجا که دس میخونه دقیقا شما شعرشو بخون چون داره در واقع اعتراض اصولا مترجم میشه، باید تو اینجا مشخص بشه. میگه که در این شیدایی تنهایی من دیگر ترسی از این منظومه مرگ ندارم، دیگر آهی از نهادم بلند نخواهد شد تا زمانی که از این شراب تلخ مینوشم. قلبم دیگر رنجی نمی کشد برای اینکه می دانم همه آن شاید تمام شود. فقط من و شعر شب همکنون و تا ابد یکی. این سکوت کلان به زیبایی برای من می نوازد. البته باز این تیکه آخر رو کلیر خوند. ولی موضوع این که همونجا داره تغییر می ده. میگه من دیگه نمی ترسم از این منظومه. ولی اعتراضی من توش ندید. باید شعرش بعدم نبوده با هم بخونم.
فوق تلفیق این سازایی که با هم کرده بود خیلی قشنگ بود. خیلی به نظر من تنظیم آهنگ کار خیلی سخت. نه چی تصویری که تو ذهنم بود این بود که یه اورکستر سمفونی نشسته و دو نفرم سه نفرم از گروه متال کنارش بود. ویدیوش رو ببین. واقعا اگه باشه. خب گروه امپریوم ژانرشون دوم متال، فولک متال، بعد آلمانی هم هست. اطلاعات بقیه اطلاعاتش هم که دست تو میبوسه. انجام وظیفه است. مرسی که ما رو تماشا میکنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. نه پیشنهادی هم دارین به همون بگین. خداحافظ.